هنر برتر از گوهر آمد پدید. با گرم‌ترین درودها به دور همه شما بینندگان بسیار ارجمند گرامی که این برنامه رو از طریق شبکه جهانی پارس مشاهده میکنید. بینندگان عزیز گرامی، در این سلسله برنامه ها تلاش کوشش بر این بوده که با هنرمندان جوان بیشتر صحبت کنیم، هنرمندانی که در زمینه‌های مختلف بسیار فعالیت می‌کنند، هنوزم فعال هستند. به هر حال چه در زمینه موسیقی، در زمینه تئاتر و از هم که بازیگری و فیلم‌های مستندی که درست می‌کنند. امروز خوشبختانه با یکی از این چهره‌ها صحبت می‌کنیم که واقعاً باید بگم آراسته به چند هنره. اولا که موزیسین همیانان ارجمند، بازیگر، فیلم مستند درست میکنه و خب کسیست که در اون نمایشنامه‌ای که شما مشاهده کردید صحبت کردیم، هفتخوان آزادی، کارهای زیبایی انجام داده بود، آهنگایی رو تنظیم کرده بود که اجرا میشد. از زبان خودشون حالا خواهیم شنید. تا اونجا که من میدونم از 14 سالگی رفته سراغ ساز گیتار در ایران که بوده، میگفت که مخفیانه میرفته کلاس، برای اینکه گفته بودن که هر کی ساز دستش باشه اذیت آزار میبینه. این هنرمند جوان همیانان ارجمند آقای علی عزیزیان هستند. خدمتشون درود میفرستم. بسیار خوش آمدین آقای عزیزیان. درود میفرستم خدمت شما آقای توفیقی. درود باشه و ممنونم از دعوتتون به این برنامه. درود میفرستم به بینندگان این برنامه، ممنون از وقتتون. یه تشکر ویژه میخوام از خدمت شما بکنم. فرمودین هنرمند جوان، چون چند وقتیه اوضاع مثل سابق نیست. نه هنوز جوانیه عزیزیان. شرط کنم برحال جوان هستی قربونتونم و بسیارم پویا هستی و دنبال هنر هستی و یک دیدگاه هایی داری که به نظر من قابل احترامه. برای هنر فوق‌العاده آقای علی عزیزیان هموطنان ارجمند ارزش قائله و معتقد. با من صحبت میکردیم واقعا باید خیلی کار بشه، به خصوص بعد از اینکه موسیقی رو در مملکت ما یه جورایی که همه شما دیگه شاهد، اول که گفتن حرامه، بعد ممانعت ها، سانسور ها، اینه که نیاز به آموزش هم داره. با آقای عزیزیان عزیز صحبت میکنیم در زمینه کارهاشون. درست من گفتم 14 سال رفتی سراغ ساز گیتار؟ من بله، در واقع 11 سالم بود که مادر من دستشون رو میبوسن بخاطر این کار، لطف کردن منو گذاشتن کلاس عرف. کلاس عرف یه دوره‌ایه که بچه‌های زیر 11 سال رو با یه کلیتی از موسیقی آشنا میکنن. این دوره رو کارل عرف، اصلا یا آقای به اسم کارل عرف پایه‌گذاری کرده. بله. در واقع یه بیسیکی از تئوری موسیقی و ساز و با این فلوتای ریکوردر که بچه‌ها میزنن و زایلوفون کوچولوها، با اونا بهشون موسیقی یاد میدن و پایان دوره دانشجوها در واقع ساز تخصصی انتخاب میکنن که من گیتار انتخاب کردم. طول کشید تا اول دبیرستانم 14 سالگی شروع کردم به گیتار زدن. من میگفتی که گیتار تو پشت ماشین صندوق عقب میذاشتی، چرا؟ والا ما چون جزء موزیسین های صدر اسلام هستیم، اون موقع قوانین فرق میکرد، قوانین اسلام اون موقع حرام بود. خلاصه میگفتن که اگر کسی رو با ساز توی خیابون بگیرن ساز رو میشکندن و دستگیر میکردن و اینا. و اتفاقا من یه مؤسسه می رفتم که وابسته به خود صدا و سیما هم بود، ولی خب اونا مثل که فقط تو خیابون نباید می دیدن سازو. بله اونجا اشکالی نداشت. ما این قاچاقچی ها، مادر من گیتار منو می زاشت توی صندوق عقب، یه پیکان داشتیم اون موقع اینو قایم می کرد، ما می رفتیم دوبله دم این ساختمون وای می سادن مادرم. بله. می پرید مادرم پایین، از اون صندوق عقب می زد بالا، من از اون ور گیتار رو برمی داشتم می دویدم می رفتم ساختمون. ولی مامان خداوند مادرتون واقعا با شامت بوده. بله. خیلی خیلی. به هر حال
این عشقه، این علاقه است. هیچ کسی نمیتونه، علی جان، آقای عزیزان گرامی، واقعا میگم آدمی که عاشق هنره بخواد او رو محروم کنه از این هنر. اینه که تو رات ادامه دادی و بعد عرض کنم که از چند سالگی اومدی بیرون؟ من 31 سالم بود که از ایران اومدم بیرون. 31 سالی بودم. بله. خب چرا اونجا نمیتونستی کار کنی؟ کار نه، اونجا واقعا که نمیشد. حالا این داستان رو بخوام خدمت شما بینندگان توضیح بدم، یه دو سالی من توی اون مؤسسه گیتار کلاسیک یاد گرفتم. بله. بزرگتر شدم، دوروبر 17-18 سالگیم یهو من با معجزه موسیقی راک آشنا شدم، اصلا عاشق که من میخوام موزیک راک بزنم. خلاصه ما گیتار کلاسیک رو گذاشتیم کنار، گیتار الکتریکمون رو برداشتیم. کلاسی هم اونقدر نبود، یعنی واقعا دو سه نفر معلم بودن که حالا اسمشون هم یادم نمیاد. یه دوره پیش آقای فرهاد مجذوب رفتم، خیلی گیتاریست خوبی بودن. خودم شروع کردم، بیشتر خودآموخته یاد گرفتم. و مشکلی که بود، اصلا دولت با موسیقی راک مشکل داشت، میگفتن شما غرب زده این، تحت نفوذ غربین، شیطان پرستین، میخواین بکشین هم دیگر رو. ما دوباره یواشکی، همه زندگی ما یواشکی گذشت. خلاصه با چند تا دوستان ما یه گروهی داشتیم، این دیگه صحبت سال مثلا 76 شمسیه. بله بله. که میرفتیم توی زیرزمینی یواشکی ساز میزدیم و یکی از دوستان درامز میزد، که بیس میزد، که چقدر من الان موفقه، حالا اسمشو نمیبرم. بله. من گیتار میزدم، میخوندم و شروع کردیم به ساز زدن. ولی داستان این بود که ما اجازه نداشتیم کنسرت بدیم. در این حال خب وقتی که زمانی که یه آلبوم تهیه کردیم حاضر بود، بله، گفتیم که خب بریم ما مثل هر موزیسین دیگه مجوز بگیریم که اینو بتونیم ارائه بدیم. حالا این خودش به نظر من خیلی ایده منحصر به فردیه که کشور ما داره، چون همه جای دنیا میگن شما برو هنرتو یا هر چیزی رو عرضه کن، اگر خواستار داشته باشه درسته ببخشید موفق میشین، اگر خواستار نداشته باشه خب موفق نمیشین. یه فیلتر اونجا نیست که اصلا من میگم شما برو موفق میشی یا نه، چرا یه نفر باید تصمیم بگیره. و متاسفانه کسایی که تو وزارت ارشاد بودن آدمای بروزی نبودن، آدمای مصلحی نبودن، آدمای باسوادی هم نبودن. ما رفتیم و این دفتر شعر رو دادیم به ترانه‌هایی که حالا روی موزیکمون بود، نشونشون دادیم و اصلا به موزیک نرسید. گفتن اینا که شعر نیست، اصلا برین جمع کنین برین. منم آدمی نبودم که بگم که خب حالا شما بگین چی بگم، من اونو بگم که بتونیم ساز بزنیم. من بودم خب اگر شما منو قبول، چون میدونین چیزی که در مورد موسیقی راک هست، خیلی ترانه ها شخصی و درونگرایانه است. میدونین برعکس پاپ کالچر که شما باید یه صحبتی بکنین که عموم مردم باهاش ارتباط برقرار کنن، لذت ببرن. برای همینم مخاطبای کمتری داره. شما در مورد تجربه های شخصیتون صحبت میکنین، من اگه بیام به طور عمومی راجع به عشق صحبت کنم، هر کسی میتونه یه جوری با این ارتباط برقرار کنه. ولی اگر بگم راجع به عشق با یه اسم خاص، یه جنسیت خاص، یه شرایط خاص بگم، مگه چند درصد مردم اون تجربه خاص رو دارن؟ موسیقی راک هم همینه، خیلی تجربهش درونگراتر و شخصی‌تره. واسه همین که اونایی که دوست دارن خیلی دوست دارن، اونایی که درکش نمی‌کنن میگن که این چیه، چرا یکی داره داد می‌زنه، خلاصه این حرفا. ما دیگه اصلا فراموش کردیم کار کردن، فراموش کردم. و داستانی بود که ما حتی پول نداشتم برم استدیو انگار ضبط کنم. شوخی شوخی خودم یاد گرفتم که چطوری اینا رو ضبط کنم، حالا با اون کامپیوترهای قراضه اون دوره و وسایل و اینا. چش باز کردم، اصلا شغل من شد صدا برداری تو استدیو. کارم اینطوری شد، صدا برداری که یاد بگیرم آهنگای خودم ضبط کنم. بعد از یه طرف چون کسی دیگه هم ضبط نمی‌کرد موسیقی راکو، خیلی من تو بورس افتادم که جزو معدود کسایی شدم که بلد بودن این کارو بکنن. آفرین. البته یه قدردانی میخوام بکنم از کسایی که قبل از ما این کارو کردن. چند تا گروه بودن دوروبر سال 71-72 شمسی که معروف ترینشون گروه اوهام بود. خیلی نقش بزرگی تو روشن کردن جامعه موسیقی در واقع آلترناتیو ایران داشتن. که من واقعا به همه جام میگم که اگر که من هیچ وقت اوهام نشنیده بودم، من فکر نمی‌رسیدم که من بیام راک فارسی بزنم. همه میگفتن راک فارسی نداریم، که راک مال غربی است.
خلاصه ما تبدیل شدیم به یه موجود زیرزمینی که تو لونهش نشسته، حالا یه خوره ساز میزنه، ساز مثلا چهار تا موجود دیگر هم ضبط میکنه. واسه خودم نشسته بودیم، یه روز فتوا اومد که اصلا کسی که موسیقی راک بزنه دشمن نظامه. ای بابا، گفتم من که آقا میرم تو سر یخچال مثلا آب برم دارم میخورم، بهم گیتار میزنم، اصلا بیرون نمیرم از خونه، به کی کار دارم که دشمنم؟ ای بابا. خلاصه این که میفرمایی، من اصلا ما کاری به کار کسی نداشتیم. یعنی الان که من فکر میکنم، من نه توی جوانیم کسی بودم که بخوام برم بیرون شر و شوری داشته باشم، مزاحم کسی بشم، کار خلافی بکنم. کشور من به جای اینکه دوست داشته باشه یه جوونی دنبال یاد گرفتن یه صنعتی باشه، دنبال پیشرفت باشه، دنبال علم باشه و این آدم بره تو خودش بشینه چیز کنه، بهش انگ میزنه، بهش تهمت دشمنی میزنه و تهدیدش میکنه. یعنی بعد خب میدونین همچی آدمی، من درآمد خوبی هم در نتیجه نداشتم، برای اینکه کارم یه جورای کار غیر قانونی بود. میدونین الان میگم صدر اسلام، الان همه این کارا قانونیه، من نمیدونم اسلام چه تغییری کرد توی این 20 سال گذشته. خلاصه به یه جایی رسید که واقعا نمیتونستم زندگی کنم توی ایران، و بازم میگم برای اینکه هیچ وقت من حاضر نشدم که چیزی رو در وجود خودم تغییر بدم که بخواد باب میل اونا باشه، باب میل نظام باشه، که حالا بگم نه حالا باشه اینو میگم که بذارن کار کنم. من نکردم، انتخاب من بود که نکنم. یک رویای بیمار منو به بند میکشه، و سکونی ماندگار به من جنگ میزنه. ایام چه زود گذشت و نگاه خیس به پشت سر، و هر تار موی سفیدم فریاد میزنه. 37 سال گذشت، داستانی تلخ، چند سال بیشتر تا پرواز از قفس به سمت نور، به سمت نور. ولی آقای عزیزان، خیلی ها در واقع در خدمت نظام خودشون قرار دادن، و خب هیچ وقت هم بازتاب مثبت در جامعه نخواهند داشت، یک واقعیتیه. بله. برای که نمیشه هنر رو واقعا آدم میخواد فرمایشه اجرا کنه. اشاره کردین خب خیلی باب شده بود در این دنیای مجازی هم میرندگاه عزیز، ما اینا رو میدیدیم، گفتم موسیقی زیرزمینی. حالا اشاره کردم واقعا جوان ها اون موقع خب مثل آقای عزیزیان عزیز ما مجبور بودن دیگه، برای اینکه عاشق این کار بودن و اون موانع هم بر سر کارشون بود. بعد وقتی ناچار شد دیگه، همه درها بسته شد، به فکر افتادی که از اینا میای بیرون؟ والا درها هیچ وقت باز نبود، همیشه بسته بود. من وقتی از درها بسته خسته شدم. بله، خدا رو شکر میکنم من موقعیتش رو داشتم که از ایران بیام بیرون، به خاطر اینکه مادرم سیتیزن آمریکا بودن، بحبه. اقدام کردن برای ما، حالا خب طول کشید، من سربازی با تاخیر رفته بودم تا مشکلات کار سربازی ما حل کنم، اینا سن بالاتری اومدم، ولی خب قدرشناسم که این شانس رو داشتم که از اون فضا بیام بیرون، چون واقعا نمیدونم زنده بودم الان یا نه اگر مونده بودم. برحال شما خیلی آدم صادقی هستی که اینگونه اعتراف میکنی که درسته. بر خیلی ها آقای عزیزم علی جان مثل شما میاندیشن، ولی متاسفانه نمیتونن بیان و موندن تو مملکت، و خب خیلیشون هم دیگه کار نمیکنن، رفتن سراغ کارهایی که زندگیشون بچرخه. هنرمند هم هستن، ولی خیلی هم هستن که واقعا نیمه هنرن، اما چون به گوش فرمان به گوش هستن، به ذات ارشاد میگه این هست که اینی که من میگم، اونا فعلا دارن کار میکنن. بین صحبت هایی که ما هم میکردیم اشاره کردیم که شما آنلاین دنیای مجازی در یک فستیوالی شرکت کردین، جایزه هم بردین. راجع به این توضیح بدیم بینندگان ما بیشتر آشنا بشن با فعالیت علی جان عزیزی مزیزان ما. مرسی. فکر میکنم زمان
ریاست جمهوری خاتمی بود که یه خورده شل کردن و آزادی دادن و گروه های خارجی می اومدن کنسرت می ذاشتن. هم می اومدن مصاحبه می کردن با ما. یعنی این که می فرمایین گروه های زیرزمینی، دقیقا ما همون گروه های زیرزمینی بودم که هر از گاهی یه نفر یه خبرنگار از یه کشوری می اومد با ما مصاحبه می کرد. واسه بعضی از ما تونستن کنسرت بذارن خارج از ایران، بعضی از دوستام رفتن، به من کسی رجوع نکرد که این کار بکنه. و توی اون دوره یه جشنواره اومدن گذاشتن، چند نفر بودن که یه نفرشون رو یادم، یه آقای بودن خبرنگار بودن، روزنامه نگار بودن، دو نفر دیگه یکیشون یادم اون موقع توی اون سیستم آقای محسن نامجو بودن، یه خانم خبرنگاری بودن، حالا من راستش اسم نمیارم، نمیدونم کی کجاست، واقعا نمیخوام. جشنواره موسیقی مستقل تشکیل دادن به اسم تهران اونیو و این جشنواره آنلاین گذاشتن، گفتن که تمام موزیسیانای در واقع آندرگراوند میتونن از تمام نقاط ایرانیا، از تمام نقاط جهان شرکت کنن، موسیقیشون رو ثابت میکنن و ارائه میکنن و مردم رای میدن. که ما هم اون موقع آهنگی داشتیم به اسم میخنده که داستان پسره بود که چون هیچ کاری نمیتونه بکنه اینقدر میخنده بمیره، واقعا شعر این فیلم همینه که این صبح پا میشه میونه دوستشو کشتن، خودش هیچی نداره، هیچ کار نمیتونه بکنه، به چی کار میکنه، انقدر میشینه عمرش بگذره و فقط میخنده. صحبتی که راجع به موسیقی، ترانه های موسیقی راک میکنم، واقعا احساس بود که من به زندگیم داشتم دیگه. این آهنگ میخنده فکر میکنم دوره سوم جشنواره مستقل تهران اونیو بین تمام گروه های داخل ایران و خارج ایران مقام اول رو کسب کرد. که این چیزش هم تندیسش هم انقدر سنگین بود که من گذاشتم ایران نیاوردم، عکسشو دارم ولی برحال دوستان ما آشنا میشن که واقعا اونایی که به راستی عاشق هنر هستن همتنان ارجمند و نمیتونن خودشون رو جدا کنن، این هم هست دیگه، این هنر عشق دیگه، این عشق عشقیه که هیچ وقت آدم نمیتونه ازش دست بکشه. امیدوارم که واقعا طوری فضا مهیا بشه، هنرمندان و جوان ما بهتر بتونن واقعا استعدادهایی که دارن اینا رو ظاهر کنن و کارهای ارزندهشون رو همگان بشنون. خب آقای عزیزیان، اومدی امریکا ها؟ بله. از ایران. خب اینجا که آمدی آرتون، من میدونم چه کارهایی کردی و از زبان خودتو میخوام بشنوم. شما عرض کنم که اولین کاری که اینجا کار هنری کردی چی بود؟ آهنگسازی بود یا نه بازیگری بود یا فیلم مستند؟ ببینین، آهنگسازی همیشه تو زندگی من بود، برای اینکه اصلا خیلی وقتا من وان من بند بودم، خودم میشستم پای کامپیوتر همه گیتارها رو خودم میزدم، ریکورد میکردم، همونطور که گفتم خب بلد بودم خودم ریکورد کنم. اگر یه سازی نداشتم درامزشو مثلا با سمپل میزدم، حالا اگر دوستی داشتم سازی لازم داشتم، خلاصه تو خونه من همیشه یه آهنگی تولید میکردم واسه دل خودم، حالا یا اصلا حتی میذاشتمش آنلاین یا حتی نمیذاشتمش.
اون ادامه داشت. منتها خب اومدم اینجا در آمریکا به خاطر اینکه خب صدا برداری بلد بودم، توی شرکتی مشغول به کار شدم که فیلمایی رو در واقع دوبله می‌کردیم که برای من و تو تی وی پخش می‌کرد. اونجا خدمت شما بود. بله. عرض کنم که اونجا حالا جالب بود برای من. من یه مدت که گذشت بعضی رولای خیلی کوچیک و که مثلا نمیخواستن براش وایس اکتور بیاد، میگفتن که به ما میگفتن میخوای خودتون این چند کلمه رو، یکی رد میشد گفت سلام خودتون بگین آه. یا یه جمله کوتاه بود. منم خب فکر میکردم که من مثلا خوانندگی کردم، میکروفونم میشناسم، مایکروفون تکنیکس میدونم، خب حالا میخوندم، حالا حرف میزنم. چند بار این کار کردم، خیلی واسم جالب شد. هیچ وقت این بود هنر رو در واقع تجربه نکرده بودم، دوبله رو. بل. هیچ وقت هم نقش خیلی بزرگی نگفتم، یعنی اونقدر پیشرفت نکردم تو این کار، ولی مزهش رفت زیر زبونم. خب لس آنجلس اونجوری که من دوست داشتم در واقع دنیای موسیقیش باب میل من نبود، جایی برای هنر مثل هنر من نبود و اینکه خیلی آدمای همفکرم پیدا نکردم. در واقع دوستای من بیشتر کسایی شدن که سینما علاقه‌مند بودن، بازیگری علاقه‌مند بودن و من یهو دورم خالی شد از اون که تو ایران همه دوستا موزیسین بودن. آدم جمعشو که داره بیشتر اینسپایرد میشه که بره و این کارو انجام بده. خلاصه این دوبله کردن رسید به اینجا که حالا ما بیایم یه نمایشنامه خوانی کنیم، دور میز بشینیم یه نمایشنامه رو بخونیم. این از اونجا شروع شد. چند بار نمایشنامه خوانی کردیم، اصلا اجرا کردیم که یه گروهی داشتن، آقای صیاد داشتن، خدمت ایشون نمایشنامه خونیم داشتیم یه دوره هر ماه توی واقعا به لطف ایشون که هم جاشو فراهم میکردن، اطلاع رسانیشو میکردن. اینا مثلا صحبت سال 2012-13 است. خلاصه آقای کامران ملک مطیعی بودن، خیلی ازشون یاد گرفتم. در واقع این ادامه پیدا کرد، شد نمایشنامه خونی. نمایشنامه خونی کردم، اونم مزه اون رفت زیر زبونم، گفتیم حالا خب متن حفظ کنیم وایسی بازیش کنیم. شد رولای کوتاه تو بازیگری کردن که اولین تئاتر جدیم و باز اونم خدمت آقای، واقعا خیلی خوش شانس بودم من که یه دفعه همون دو نمایشنامه خونی ها ادامه پیدا کرد به این که اجرا کنیم نمایشو، که نمایش مستأجر آقای پرویز صیاد. من اونجا یه نقش بازی کردم که دیگه از وقتی که رفتم رو صحنه تئاتر من دیگه عاشق بازیگری و در واقع صحنه شدم. و خلاصه اون ادامه پیدا کرد، باز این داستان موسیقی رسید به اینجا که خب ما که پول نداریم فیلم بسازیم، خودمون یاد بگیریم. خلاصه دوربین بخرم، حالا خودم دوباره آموزش بدم که حالا چجوری فیلم برداری کنم. جناب توفیقی خیلی به قصهش طولانیه، حالا شما بفرمایی من خدمت نه خواهش میکنم. برمان این عشق بزرگ خودت بوده و خیلی جالبه آدم وقتی ای جایم نره و پیش خودش الان اشاره کرده. خب این خیلی استعداد میخواد که واقعا رو نه جرورت بگم، نشان میده کارهای که بسیار با استعدادی و اخیرا هم من صحبت میکردم با دوستانمون راجع به نمایشی که بر صحنه رفت، هفت خان آزادی. در اونم من الان فهمیدم که اون آهنگا رو شما تنظیم کرده بودید. آیا در اون هفت خانه آزادی نقشم ایفا کردی یا فقط موسیقی ها رو تنظیم کردی جدید اجرا کردی؟ من نقش، بله، در واقع اون کیکابوس که نمایش با شروع میشه اون منم و توش نوید و نقشش رو من بازی کردم. بحبه. که همیشه هم واقعا دلم به درد میاد، نمیدونم چرا این همه بچه های ما رو نوید افکاری، بله، نقش رو یادم میاد، این همه بلاهایی که سر به هموطنهای ما این جوانه آوردن. بحبه. نوید نمیدونم چرا یه جور دیگه دل منو شکست، یعنی هیچ وقت اصلا، همیشه انقدر حالم بد میشه. و نقش نوید بازی کردم، تو کوه دانشگاه یه نقشی داشتم و نقش کوچیک دیگه. در مورد موسیقی، خب حتما من میدونم که خانم نکتا پهلوان، آقای افشین کتانچی توضیحات رو دادن که این نمایش چطوری روز به روز در واقع پیشرفت میکرد، یعنی ما همینجور داشتیم تمرین میکردیم، خبر میومد یه نفر دیگر هم اعدام کردن، یه نفر دیگر هم اعدام کردن، تعطیل میشد نمایش، 45 دقیقه گریه میکردن بچه ها، دوباره ما برمیگشتیم، ناکتای سین جدید مینوشت. و خب
در مورد موسیقی ها، ما میخواستیم از موسیقی های استفاده کنیم که شعارهای روز مربوط به اون وقایع خاص روزی برای. بله، من تنها کاری که کردم غیر از دو تا آهنگ اگر اشتباه نکنم که اوریجینال خودم ساختم، تنظیم کردم همه اینا رو با ارکستراسیون در واقع مشابه، که همه رو من خیلی دوست داشتم که موسیقی کلاسیک باشه. کوارتت زئی اومدم نوشتم برای تمام سرودامون که اینا در واقع تم موسیقایی نمایش دست باشه. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. پس از روزگاران فرخوند پی، منم بسته در بند کاووس کی. که چشمم نشد باز از فرط آز، دو دیده خمش چشم دل گشته باز. چو گشتم از آن آز و نخوت خجل، ببینم کنون کشورم را به دل. ببینم کنون چشم بسته به جان، که میهن شده آشیان بدان. چو در کشور اندیشه شد خار و پست، خرد رفت و ضحاک دون در نشست. خب الان من مطلع شدم که حالا در زمینه فیلم های مستند میخوای کار کنی، ماشاءالله خیلی با استعدادی آقای عزیزیان. مرسی. راجع به اینم یه توضیح کوتاهی بدین، شروع کردی یا قبلا هم فیلم مستند درست کرده بودی؟ والا یه سری مصاحبه های کوتاه من ضبط کردم که اونا خیلی با استقبال روبرو شد. در کل بخوام خدمتتون بگم، همسر من ناکتا یه حرف خیلی خیلی ارزشمندی میزنه که خیلی منو تکون داد. میگه ما باید تاریخمون رو خودمون بنویسیم. و خیلی حرفش درسته. این از جایی شروع شد که من نگاه کردم دیدم که یه خورده ما یه نسل از اینجا رونده، از اونجا مونده هستیم، نه نسلی هستیم که تو جمهوری اسلامی چیزی نصیبمون شد، نه اینجا به عنوان مهاجرای دور دوم و سوم چیزی نصیبمون شد، و نیاز داریم خودمون رو یه خورده بشناسونیم به مردم. دلیل اصلی، یکی از دلایلی که من شروع کردم این کار انجام بدم، من میدیدم دوستایی دارم که اینا آدمای معروفی نیستن که فلان تلویزیون بیاد با اینا مصاحبه کنه، ولی در این حال انقدر داستانای جالبی دارن، انقدر آدم میتونه یاد بگیره از داستان زندگیشون که چجوری از کجای ایران از چه شرایطی این آدم رو من میدونم با چه سختیایی الان اینجا وایساده موفق شده، و این میتونه اینسپایر کنه مردم که هر کسی تو چیزی که خودش دوست داره بره همونقدر پیشرفت کنه. از اونجا شروع شد. Thank you.
نظر من نسل جوان ما، نسلی که آینده رو رقم خواهد زد، همیانان ارجمند الان در صحبت‌های علی جان عزیز، علی عزیزیان، خب به هر حال وقتمون اجازه نمیداد، ولی متوجه شدی چه هدف بزرگی رو برای شناسوندن این فرهنگ ایران، اینو وظیفه ملی خودشون میدونن و خوشبختانه نسل پویایی هستن، هم خود آقای عزیزیان هم همسر گرامیشون که باشون من صحبت کردم، ایشون هم همراه و همدوش همسر هر دو دارن کار میکنن. انشاءالله در برنامه های دیگری علی جان فرصت داشته باشیم با نمونه از کارها هم دونه دونه خواهیم گذاشت و با هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال با این توصیفی که من از شما الان شنودم، واقعا تا چه اندازه شما استواری که این کار پیش ببری با همه این فراز و فرودهایی که داشتی، ولی خوشبختانه این عشق به هنر تو رو سربا نگه داشته. موسیقی راک هم راست میگی، موسیقی باب همگانی نیست، اما نسل جوان ایران بسیارشون به موسیقی راک گرایش دارن، علی جان دوست میدارن و خب ما گروه های راک متعددی در همین ایالات متحده آمریکا داریم که وقتی کنسرت میذارن چه قوقایی میشه، بله، چه استقبالی میکنن. امیدوارم نسل جوان، نسلی که آینده رو رقم خواهد زد، مضافم به این که امروز با تاریخ سرزمین خودشم دقیقا به خاطر این دنیای مجازی بیشتر بیشتر آشنا میشه، بتونه راه ها رو هموار کنه برای نسل‌های آینده. به امید خدا. ما یه افتخارم بود خدمت شما باشم. باعث خوشحالی بود. صمیم قلبم میگم. قربونت برم. تشکر میکنم از وقت بیننده های برنامه‌تون و اینکه اجازه دادین من خدمتتون باشم. باعث خوشحالی من بود. علی عزیزیان عزیز، باز خداحافظی میکنم. مخلصم. تا دیدار بعد ان شاءالله بیشتر در خدمتت باشیم با هم صحبت کنیم. خدمت از من. قربون شما. مرسی. دوستان عزیز، با همه شما به اتفاق آقای علی عزیزیان گرامی از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. پاینده ایران. من بهت گفتم باید بترسی از اینا. اینجا به آخوند جماعت نمیشه اطمینان کرد. آقا اصلاحات همش سر مفته. ما فشار آوردیم که پرونده قطعهای زنجیره‌ای باز شد، که بعدم با کشتن سعید امامی بسته شد. آقا اینجوری نمیشه. من فردا میرم اعلامیه میزنم، بعد از نماز میریم امیرآباد تظاهرات. عزت جان مادرت، من پس سر امتحان دارم، من باید بخوابم. آقا شب بخیر.